گفتار سوم، یک نکته جالب در زیبایی مکه. آیا هنوز تعریف جامعی از واژه زیبایی ارائه شده است؟ زیباشناسی در معنای وسیع کلمه نظریه است درباره زیبایی. گرچه هر کس دارای نظر و سلیقه و ذائقه‌ای در تشخیص زیبایی است، اما اصولی نیز بر زیبایی شناسی حاکم است. هنرمندان به برخی از این اصول واقفند و در کارهای خود از آنها بهره می‌گیرند تا مخاطب خود را مجذوب کنند. برای نمونه لئوناردو داوینچی در دو تابلوی مشهورش مونالیزا و شام آخر مسیح از این اصول بهره گرفته است. در معماری و هنرهای تجسمی نیز زیباشناسی اصول خود را دارد. در اندام انسانی تناسب معنا و مفهوم خود را دارد و البته قاعده این نیز بر آن استوار است. در عرفان اسلامی نیز زیبایی نقش ویژه‌ای دارد. ابو هلمان دمشقی از مردم فارس و ایرانی است که معتقد به جمال و زیبا پرستی بود. می گفت پرستش، جمال و زیبایی سبب تهذیب اخلاق و کمال انسانیت است. امام ابو حامد غزالی در کتاب کیمیای سعادت درباره زیبایی می گوید و عالم علو، عالم حسن و جمال است و اصل حسن و جمال تناسب است و هرچه متناسب است نمودگاری است از جمال آن عالم. پس آواز خوش موزون متناسب هم شباهتی دارد از عجایب آن عالم. بدان سبب آگاهی در دل پدید آید و حرکت و شوقی پدید آید. با مقدمه‌ای که درباره زیبایی شنیدید، اکنون به سراغ یک عدد شگفت‌انگیز می‌رویم که نسبت طلایی نام دارد. نام این عدد فی است. نسبت طلایی گاهی نیز نسبت الهی شناخته می‌شود. این عدد جزو دنباله‌های فیبوناچی است. نسبت طلایی با نام‌هایی مانند بخش طلایی، میانگین طلایی، نسبت حد و میانگین، تناسب الهی، تناسب طلایی، برش طلایی و عدد طلایی نیز شناخته می شود. از قرن بیستم بسیاری از هنرمندان و آرشیتکت ها، مهندسین طراح ساختمان از این نسبت در کارهایشان استفاده کردند. این نسبت در اهرام مصر نیز به کار گرفته شده. بر اساس کتاب علم رابینسون، نسبت طول هر ضلع هرم به ارتفاع آن هرم برابر با نسبت طلایی است. در تحقیقاتی دانشگاه سیمون فراسزر در دسامبر 1996، 10 میلیون مکان مختلف که از این نسبت در آنها استفاده شده ثبت شد. این عدد در سال 2008 به 100 تریلیون رسید. در اماکن مختلف در تپش‌های قلب ما، در نسبت طول و عرض در حلزونی‌های دی ان ای، در طراحی خاص هستی و در قوانین رشد برگ‌ها و در کریستال یخ و در بنیادهای مارپیچی در بسیاری از کهکشانها و اماکن مختلف نسبت طلایی دیده و محاسبه می شود. دکتر استیون مارکو، متخصص زیبایی شناسی، در تحقیقات و آزمایشات بزرگی که در طول 25 سال در این باره انجام داد، ثابت کرده است که حتی بر اساس این نسبت چهره و اندام انسان به زیباترین شکل ممکن خلق شده است. نسبت میان اندازه ها و ابعاد پایه‌ای که باعث شناسایی چهره های ما می شود همان عدد 1.618 است.
و این فراخوری و تناسب را با طراحی ایدئال یعنی نسبت طلایی نشان می دهد. بسیاری از موسیقیدانان از این نسبت در آثار ماندگار خودشان استفاده کرده اند. آدولف زیسینگ در تحقیقات گسترده‌ای که در رابطه با نسبت طلایی شاخه‌های مختلف گیاهان و جانوران و همچنین بدن انسان به ویژه سیستم عصبی و عروقی و تناسب ترکیبات شیمیایی و هندسی کریستال‌ها و در هنر انجام داد، دریافت که نسبت طلایی به عنوان تنها قانون عمل می کند. او در سال 1854 در همین زمینه نوشت و در آن اشاره کرد که این نسبت به عنوان تنها قانون برای کامل بودن و زیبایی پدیده ها شناخته می شود. اگر تعداد زنبورهای ماده را به زنبورهای نر در هر کندوی تقسیم کنیم، نسبت الهی یعنی همان عدد فی به دست می آید. مارپیچ گلبرگ های مخروط کاج، آرایش برگ ها روی ساقی گیاهان، بندهایی که حشرات را شکل می دهند و بسیاری موضوعات دیگر در طبیعت از این نسبت طلایی پیروی می کنند. آری، سخن ما درباره تاریخچه کعبه در میان شهر مکه بود، اما چرا چنین مقدمه‌ای درباره نسبت طلایی گفته شد؟ به زودی روشن می‌شود. آیا به نظر شما نقطه طلایی کره زمین کجاست؟ چگونه می‌شود آن را به دست آورد؟ نسبت فاصله شهر مکه از قطب شمال و قطب جنوب دقیقاً 1.618000 می باشد، یعنی نسبت طلایی. اما شگفتی ها به همین جا ختم نمی شوند، چرا که بر اساس نقشه طولی و عرضی که بشر در آن مکانها را ثبت کرده است، نقطه نسبت طلایی در شهر مکه واقع شده است. همچنین نسبت فاصله مکه به سمت شرقی و غربی تا خط گردش روز 1.618000 می باشد. علی‌رغم اختلافات چند کیلومتری که در تمامی سیستم‌های نقشه‌برداری موجود است، این نسبت طلایی هیچگاه از شهر مکه که کعبه در آن واقع شده است تجاوز نمی‌کند. برنامه PHI ماتریکس، یک برنامه آمریکایی برای پیدا کردن نقطه نسبت طلایی در تابلوها و نقاشی‌هاست. اگر نقشه طولی و عرضی کره زمین را به این برنامه وارد کنیم، می‌بینیم که مکه را به عنوان نقطه نسبت طلایی در جهان انتخاب می‌کند. از قیاس‌هایی که از طریق خطکش مخصوص لئوناردو داوینچی می‌شود اندازه گرفت، در شبه جزیره عربستان و شهر مکه، کعبه در نقطه نسبت طلایی واقع شده است.